خب افعال حالت، فعل هایی که استمراری نمی شوند. بچه ها یه سری فعل هایی هستن که تفنگ هم بذاری اینجاشون استمراری نمی شن، به اینا میگیم فعل های حالتی یا استمراری نشو، که به فعل هایی که به تفکرات احساسات ما کار داره. پس این افعال عمل یا حرکتی انجام نمی دهن و فقط بیان کننده حالت هستن. این افعال حالت معمولا بیانگر احساسات، افکار و حس های ما هستند. مهمترین نکته افعال حالت اینه که استمراری نمیشن. مثلا میگم I love my family. I'm loving my family غلط. He didn't remember my name. اسمم به یاد نمی آورد. He wasn't remembering استمراری نباید بشه. He wasn't remembering غلطه. اینا رو تو این جدول آوردم. این فعلا که تو جدول آوردم استمراری نمیشن. مثلا like, love, hate, want, need, prefer, sound, disagree, dislike, know, have به معنی داشتن، see به معنی فهمیدن، ندیدن، forget, mean, believe, remember, recognize, promise, think, understand, weigh, belong, own, feel. خیلیه، خیلی زیادن، اما مهمترینشون همین هاست. اینها استمراری نمیشن. بریم سراغ زمان آینده. حرف زدن درباره آینده. ببینید بچه‌ها، ما دو جور درباره آینده میتونیم حرف بزنیم. یکی با ویل، یکی با بیگوینگ تو. یه تفاوت‌های ریز و درشتی دارن که دقت کنید خیلی خیلی مهمه. تو امتحان‌ها معمولاً به تفاوت‌های اینا خیلی کار دارن. اولی کاربرد ویل. اولی که باید بدونیم بعد از ویل و بیگوینگ تو فقط شکل ساده فعل میاد. ببینیم کاربردهای ویل چیه. یک، پیشبینی بر اساس نظر شخصی. یعنی پیشبینی همینجوری، نه علم توشه، نه مدرک توشه، نه شواهد کافی پشتشه، همینجوری یه چیزی پیشبینی میکنیم. مثلا I'm sure he'll be successful lawyer one day. مطمئنم اون روزی وکیل موفقی خواهد شد. مدارک تو، شواهد علمی داری، نه همینجوری گفتی. پس چون همینجوری گفته شده بهش میگیم پیشبینی بر اساس نظر شخصی. Tomorrow is my grand. کاربرد دوم، اشاره به امور حتمی در آینده که ماهیت شخصی نداره. ماهیت شخصی نداره یعنی چی؟ یعنی که مال من نیست، مال یکی دیگه است. مثلا فردا تولد گرند مادر منه، مادر بزرگ منه. او 82 ساله خواهد شد. حتمیه. اما من نیستم که، مام بزرگمه. ماهیت شخص خودم توش نیست. تصمیم گیری فوری یا یهویی. هوا چقدر گرمه. یهویی یکی پا میشه، الان در وام میکارم، الان کوله رو میزنم. پس یه وقتایی که تنزو سری بدون تصمیم گیری از قبل کاری رو انجام میدیم با ویله. مثال ببین همین من در رو باز گذاشتم بابک، الشارید میبندمش. یهو تصمیم میگیره آقا بابک که در رو ببند. قول دادن یا عهد و پیمان بستن هم با ویله. I'll help you with your homework tomorrow. Don't worry. کمکت میکنم در تکالیفت فردا، نگران نباش. داره قول میده که کمک کنه. قول میده که چیکار کنه؟ کمک کنه. خب بعد مخفف I will هم شده چی؟ I. پس مخفف will چیه؟ دوتا اله که پشتشیه؟ همچین چیزی وجود داره. مثلا I will always love you. همیشه عاشقت خواهم ماند. مثلا دو نفر به همدیگه قول میدن که همیشه عاشق همدیگه بمونن. مثلا اینو با will میگیم. Will love. تهدید کردن. میکشمت. مثلا یه وقتایی کار خطایی میکنیم. مام بابامون تهدیدمون میکنن. میکشمت. I will kill you. این تهدیدها با willه. مثلا if you cheat again. اگه دوباره تقلب کنی. Cheat تقلب کردن. به معلمت میگم، I tell the teacher. به معلم میگم، داره تهدید میکنه. پیشنهاد دادم، زود باش، در حمل آن کیف ها کمکت میکنم. مثلا come on, I'll help you with those bags. درخواست یا رد درخواست، will you help me look for my mobile phone. میشه در پیدا کردن تلفن همراه هم کمکم کنی. پس هفت کاربرد ریز و درشت داشت که تا اینجا یاد گرفتیم. چند تا نکته گفتیم. مخفف ویل چیه؟ اینه I'll. بخوایم سوالی کنیم جای ویل و فایل عوض میکنیم، بخوایم منفیش کنیم اینجوریه، یا ونت یا
will not. تو ترجمهش هم خواهم خواهی خواهد اینا رو میاریم. این نکات زیاد پر اهمیتی نبود ولی بدم نبود یه بار دیگه اینا رو ما مرور کنیم. کاربرد بی گوینگ تو، منظور از این بی برای حال ساده ام و ایز و آره. چی و چی؟ ام و ایز و آر. اگه واز و ور باشه دیگه زمان آینده اصلا دلالتی نداره، میشه وارد گذشته. خب کاربرد هاش، بیان قصد انجام کاری با برنامه ریزی قبلی. چرا DVD زبان خضایی رو گرفتی؟ قصد دارم برای آزمون مهمی آماده شوم. چون از قبل تصمیم گرفتی کاری رو تو آینده انجام بدی با بی گوینگ تو میگیم. مثال: We talked about it yesterday and I'm going to quit my job tomorrow. دیروز راجع به اون صحبت کردیم و من میخوام شغلم رو فردا ترک کنم، رها کنم. ببینید ترک کردن شغل کار یهویی نیست که، یه کاری که برنامه ریزیه، فکر پشتش بوده، تصمیم بوده و چیزای دیگه. پیشبینی عملی بر اساس شواهد و مدارک کافی. پس ما خواهیم یه عملی رو پیشبینی کنیم به شرطی که شواهد و مدارک بسیار خفن و قرص و محکمی پشتش باشه، اونم بیگوینگیه. My sister is going to have a baby. خواهرم داره بچه دار میشه. خب حتما از شکل ظاهریش که یک مدارک کافی هم هست میفهمی که ایشون دارن وضع هم میکنن. تفاوت ویل با گوینگ تو. حالا گفتیم برای تصمیم گیری های آنی از ویل استفاده میکنیم، از قبل بیگوینگ توه. پس یهویا چی بود؟ ویل بود. از قبل تصمیم میگیریم، بیگوینگ توه. مثلا there is no milk in the refrigerator. There is no milk in the refrigerator. جولی میگه در یخچال شیری وجود نداره. جان میگه واقعا؟ الان میرم و یه بطری شیر میخرم. چرا ویل آورد؟ چون یهو تصمیم میگیره. حالا اینجا رو جولی، there is no milk in the refrigerator. هیچ شیری توی یخچال نیست. جان میگه میدونم، میخوام برم، I'm going to go و مقداری بخرم وقتی برنامه تلویزیونی فهم تموم بشه. پس میدونه، از قبلم تو ذهنش بوده، تصمیمشو گرفته، وقتی تلویزیون برنامهش تموم شد حالا بره چیکار کنه؟ بره شیر بخره. برای پیشبینی بر اساس نظر شخصی از ویل استفاده میکنیم، شواهد و مدارک هم گفتیم بی گوینگ توه.